حالا شده به این فکر کنید چه حیوانات مختلف طول عمرشون اینقدر با هم فرق میکنه. مثلا کرما یا پشه ها طول عمرشون حتی به یک ماه هم نمیرسه، یعنی حتی نمیتونن ماهگرد داشته باشن، در صورتی که لاک‌پشت میتونه بیش از 100 سال عمر بکنه. یا موشا طول عمری حدود 4 سال دارن، اما نهنگ قطبی که بزرگترین پستاندار حال حاضر کره زمین به حساب میاد میتونه بیش از 200 سال عمر بکنه. بیشتر حیوانات بعد از اینکه به سن بلوغ جنسی میرسن وارد عرصه پیری میشن. اما پیر شدن اصلا یعنی چی؟ یا چی میشه که اصلا پیر میشی؟ پیر شدن به خیلی فاکتورهای مختلف ربط داره. مثلا محیطی که درش زندگی میکنیم، ژنتیکی که داریم، جنسیتی که داریم یا کلی چیزای دیگه. به طور کلی دلیل اصلی پیری مرگ سلولا یا صدمه دیدن اوناست. وقتی ما جوونیم سلولهامون به طور مداوم تکثیر میشن و جای سلولای مرده یا صدمه دیدن رو میگیرن. اما وقتی وارد عرصه پیری میشیم این چرخه به مرور کنتر و کنتر میشه و اون سلولایی که صدمه دیدن یا مرگشون فرا رسیده نمیتونن دوباره به یه سلولای جدید تبدیل بشن. همین قضایا باعث میشه بدن داخل یه سراشیبی بیفته که باعث میشه به مریضی‌های مختلف دچار بشه و در نهایت مرگ. اما اگه این قضیه برای همه حیوانات یکسانه، چرا یه سریاشون عمرای بالاتری دارن یه سریاشون عمرای پایین‌تر؟ دلیل چند تا فاکتور مختلفه که دو تاش از همه مهمتره. یکیش محیط زندگی که این حیوانات زندگی میکنن، یکی اندازه‌ای که این حیوانات مختلف با هم دارن. این دو تا فاکتور مختلف باعث شده چرخه تکامل تو این حیوانات به صورت‌های کاملا مختلفی پیش بره که همین قضیه باعث شده یه سریاشون عمرای خیلی بیشتری از سریای دیگه داشته باشن. مثلا تو آبهای قطب شمال یه کوسه زندگی میکنه به اسم کوسه گرینلند. این کوسه میتونه تو عمری برابر 400 سال یا بیش از 400 سال داشته باشه. یا یه صدف زندگی میکنه که تو عمرش برابر 500 ساله. دلیلش هم اینه که قلب کوسه یا قلب حیواناتی که داخل مناطق خیلی سرد نمی‌کنه، ضربان قلب خیلی کمتری داره و کندتر کار میکنه و متابولیزم بدن اونها هم خیلی کند و پایینه. محققا به این تئوری رسیدن که تو این مناطق به خاطر این دلایل چرخه خود پیری هم کندتر پیش میره و این حیوانات کندتر پیر میشن. برای همین میشه گفت تو این قضیه محیط زندگی باعث شده این حیوانات طول عمر بالاتری داشته باشن. وقتی به سایز و جثه برسیم تو اکثر موارد، البته نه همیشه، حیواناتی که سایزشون بزرگتره طول عمر بالاتری دارن نسبت به حیواناتی که سایزشون کوچیکتره. مثلا فیل و نهنگ طول عمر خیلی بالاتری از موش ها و گربه ها دارن، یا همین موش ها و گربه ها طول عمر خیلی بالاتری نسبت به کرما و پشه ها دارن. تو کرما و پشه ها جثه‌شون زیاد مهم نیست، بیشتر نحوه عملکرد سلولای بدنشونه که چون تکثیر نمیشن وقتی یه سری از سلولاشون آسیب ببینه و بمیره میتونه باعث مرگ اون حشره، کرم یا جاندار بشه. یعنی همین قضیه باعث میشه تاریخ مصرف این حیوانات خیلی کوتاه بشه و زود فاسد بشن. سایز و اندازه یه تاثیر خیلی مهمی هم تو چرخه تکامل داره، چون حیواناتی که کوچیک‌ترن بیشتر در معرض خطر از طرف حیوانات شکارچی به حساب میان. مثلا موشا تو محیط طبیعت خیلی بعیده بیشتر از یه سال بتونن زنده بمونن، چون جثه کوچیک اونا باعث میشه خیلی از حیوانا اونا رو شکار بکنن. برای همین چرخه تکاملشون جوری تکامل پیدا کرده که به سرعت بتونن تولید مثل بکنن و تعدادشون زیاد بکنن تا نسلشون از بین نره، در صورتی که خیلی بعیده حیوانی وجود داشته باشه که بتونه فیل رو شکار کنه. برای همین فیلا فرصت دارن که به سنهای خیلی بالاتر و اندازهای خیلی بزرگتری برسن. تولید مثلشون هم به نسبت بقیه حیوانا تقریبا میشه گفت خیلی کنده. اما یه سری حیوان وجود داره که از این قضایا هم مستثنان، یعنی با اینکه جثه‌شون کوچیکه اما طول عمرهای بالایی دارن، مثل چخفاشا، لاک‌پشتا، جغدا و موش کور. این حیوانات یه سری ویژگی‌های منحصر به فرد داره که میتونه از اونها محافظت بکنه. مثلا موشای کور در مواقع خطر میتونن برن زیر زمین، یا خفاش‌ها به سایلنت بودن و بی صدا بودن و یه شکارچی خیلی خطرناک بودن معروفن. یعنی تقریبا میشه گفت حیوانی وجود نداره که بتونه جغد رو تو طبیعت پیدا کنه از بس که بی صدا و بدون حرکت وایسته. خفاش‌ها چون دست جمعی زندگی میکنن خطرات کمتری اونها رو تهدید میکنه. لاک‌پشتم لاکی دارن که در مواقع خطر میتونن لاکشون پنهان بشن و از اکثر خطراتی که اونها رو تهدید میکنه تقریبا میشه گفت دور بمونن. همین ویژگی‌های منحصر به فرد باعث میشه این حیوانات از شکارچیایی که میتونن اونها رو شکار بکنن دور بمونن و طول عمر خیلی بالاتری داشته باشه و چرخه تکاملشون به مرور تغییر بکنه. یه سری حیوانات وجود داره که مکانیزم دفاعی خیلی خاصی ندارن اما ژنتیک برتری دارن که میتونه در مقابل مریضی‌های مختلف و آسیب‌های محیطی از اونها مقاومت بکنه تا بتونن طول عمر بالاتری داشته باشن. در مورد انسان ها چی؟
انسان ها امروزه یه طول عمری در حدود 73 سال دارن که نه خیلی زیاد به حساب میاد نه خیلی کم، اما یه آپشن خیلی مهمی ما انسان ها داریم که ما رو از بقیه حیوان ها تقریبا میشه گفت متمایز میکنه. این آپشن هم اینه که ما تونستیم به مرور طول عمر خودمون رو افزایش بدیم، یعنی خودمون طول عمر خودمون رو افزایش بدیم. تو قرن 19 طول عمر یک انسان حدود 50 سال بوده، اما تو عرض 100 سال یا یه ذره بیشتر ما تونستیم 23 سال به این طول عمر اضافه بکنیم. دلیلش هم اینه که ما فهمیدیم با کم کردن یه سری خطرات مثل خطرات غذایی، آب سالم و درمان یه سری از بیماری‌ها میتونیم طول عمر خودمون رو افزایش بدیم تا انسان احتمال اینکه بیشتر عمر کنه بالاتر بره. برای همین میشه گفت انسان تنها موجود روی کره زمینه که تونسته تا حدی سرنوشت طبیعی خودش رو کنترل بکنه. اما بالاخره همه میمیریم. اما اگه دوست دارید بدونید بعد از مرگ چه اتفاقی برای بدن اکثر افراد میفته، میتونید ویدیویی که این بغل براتون میذارم رو ببینید.